کنید اقاید ابن عربی رو بررسی کنید. ابن عربی واضحه نسبت بقیه، البته ولی همشون زبانشون زبان رمزه، زبان وضوح نیست، زبان مبین نیست، زبان پیغمبران نیست، دعوت روشن و واضح نیست، لیکن نسبت به دیگران جسورتره. راجع به اون حرفی بزنید، میشنید که آها نه 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 این حرف مخصوصه، همه حرف همین چیزی که بوتی میگه، بوتی و صادم هم بوده البته، خدا هدایتش کنه و از این زلالتی که الان درش هست از دفاع از بشار نجاتش بده. و عجیب اینه که نقله که از شیخ البانی که بر چون کتابی نوشته بر علی بوتی کتاب ببخشین، بوتی شدیدن ضد البانی بود، البانی کتابی نوشت بر علیه بوتی، ضلالات البوتی و جهالاته، ضلالت های بوتی و جهالت هاش. وقتی آدم کتاب های خود بوتی رو میبونه میخونه، فکر میکنه عالمیه، عالم بزرگیه، همش با عقلیات سر کار داره، لیکن وقتی کتاب البانی رو بر علیهش میخونه، ای بابا تفاوت از زمین تا آسمان است. ولی همیشه انسان یک طرف قضاوت نکنه. و البانی بر علیش دعا کرده که ای خدایا در پیری سرش رو کشف کن و در میان مردم رسواش کن. و بوتی هیچ کسی گمان نداشت که این چونین در میان سوریه ها این چونین رسوا بشه که پهلوی دولت باطنی زندیق چنان وایسته که مردم مسلمان سوریه کتاباشو بسوزونن در مرای عام از در اوائل انقلاب سوریه. مشکل بوتی در افکارشه، نه که خودفروش مزدور اینجوری نیست ها، مثل مفتی نیست، مشکلش در افکارشه. من میشناسمش.